هیام یام چندم خانوکا هستیم امروز بشا تووا مصلحت چهارم روز چهارم چهار روزه که داریم با معجزه پیش میریم پیرسوم هنس معجزه رو داریم پابلیسایز میکنیم آشکار میکنیم برای خودمون برای همه ایش و بیتو مهدرن و منهدرن و روز به روز داریم مصیب هلخ داریم به این معجزه‌ای که خداوند برامون پدید آورده اضافه میکنیم بوکرتو یعنی در واقع معجزه موقعی معجزه باقی میمونه در واقع داره خنوکا به ما این درس رو یاد میده معجزه موقعی معجزه میمونه که بهش اضافه بکنی بهش عادت نکنی یعنی امروز ما اگر یک چیزی رو به عنوان معجزه در زندگیمون تشخیص بدیم فردا اگر میخوایم اون هنوز معجزه بمونه باید یک موضوع دیگه رو یک معجزه دیگه رو گنج دیگه رو تو زندگیمون پیدا بکنیم مثلا امروز نفس کشیدنمون اگر معجزه است یه تیکه گوشت داره خودش برای خودش منقبض و منبسط میشه شش ما داره مانند یک دستگاه کامپیوتری و مکانیکی داره خودش هوا رو تصفیه میکنه و خودش در موی رگها قرار میده و به تمام بدن خون میرسونه که چطور با دهانمون ما اکسیژن رو در ششمون میکنیم ششمون چطور اکسیژن رو به خونمون میده و به تمام مغزمون و تمام بدنمون اگر امروز ششمون رو و تنفسمون رو یک معجزه ما تصور بکنیم فردا باید بریم سر قدرت شنواییمون اون رو معجزه تعیین بکنیم پس فردا بریم قدرت بیناییمون همینجوری روز به روز باید یک چیزی رو ما معجزه از خداوند هدیه ای به رسمیت بشناسیم تا اون موقع است که میبینیم هشت روز خنوکا هشتا شمع روشن شد در یک هفته هفتا معجزه رو ما در زندگیمون تشخیص دادیم حالا اگر به یک ماه برسه 30 تا معجزه اگر به یک سال برسه 365 تا معجزه موقع است که اصلا میبینیم ما همه زندگیمون رو معجزه داره پیش میره درختی که پر از شاخ و برگ و میوه است با همچین قد قطوری با همچین تنه پهنی با همچین تیکه چوب سفتی همه اینا از کجا اومده؟ از یک دونه‌ای که کاشتن این همه برگ و شاخ و چوب و میوه چجوری تو این دونه جا شد؟ چجوری خداوند اینا رو این تو جا داد که حالا هی دارن سبز میشن هی دارن تازه قوی ترم میشن قطره نطفه‌ای که در رحم قرار میگیره این آدم به این دو چشمی و دو گوشی و چهار دست و پایی رو با این همه گوشت و پوست و تمام 365 رگ و پی و 248 عضو شد چجوری هاشم تو این قطره جا داد که الان اینجوری شد همش معجزه است پس اگر شخصی قبول بکنه که ما اصلا با معجزه داریم زندگی میکنیم اون موقع است که پیش خودش هیچ جای نگرانی نمیبینه چرا؟ چون همش معجزه است دو تا چارتا نیست رو حساب کتاب نیست رو منطق و لاجیک نیست همش معجزه است مثل این که کسی بیاد روی آب پلیو بسازه بدون اینکه هیچ تماسی روی زمین داشته باشه معجزه است دیگه چه برسه کسی بیاد توی هوا یه پلیو بسازه بدون اینکه هیچ تماسی روی آب یا زمین داشته باشه اونم معجزه است اینکه چطور شعله‌ای از یک روغنی در یک فتیله‌ای قرار میگیره معجزه است
چرا باید روغن تا این حد قدرت داشته باشه که هم به ما مصرف غذایی بده، هم مصرف پوست و ویتامین بده، هم مصرف چربی بده، هم مصرف روشنایی بده؟ تمام اینا رو، قدرت ها رو خداوند به طور معجزه آسا در این قرار داده. پس حنوکا در واقع ما با روشن کردن اون شمع روز به روز بر طبق بت هلل موصف هولخ میفهمیم که زندگی معجزه است. فقط ما باید روشنش بکنیم، فقط پیرسوم هنس باید آشکارش بکنیم، باید اون رو متوجه بشیم. خداوند سالیان سال برای هر کدوم از ما منتظر نشسته که آیا بعد از این همه شکرگزاری آیا رو میکنیم به خداوند بگیم خداوند اینا همش معجزه بود و من متوجه نبودم؟ اونجوری که باید شکرگزاری ما به تو نشون ندادم؟ کسی که از همون اول معجزه رو تو زندگی خودش تشخیص بده داره معجزه بعدی رو پیش میاره. ما فقط احتیاج داریم که قبول بکنیم، برامون کاملا قابل قبول بشه رسمی که بله یک گوشه زندگی ما روی فرمول پیش نمیره، همش روی معجزه داره پیش میره. هیچ قانون فیزیکی، اقتصادی، شیمی، هندسه، هیچ نوع فرمول اینجا دخالت نداره، فقط روی معجزه داره پیش میره. فقط یه گوشه زندگیمون رو ما لازمه که کاملا به معجزه ربط بدیم. اون موقع است که می‌بینیم کم 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 این شمع اول که روشن شد، معجزه اول که ما این رو پیدا کردیم کم کم کمک میکنه که معجزه دومم رو پیدا بکنیم، شمع دومم رو پیدا بکنیم. خوشا به حال کسی که بتونه وقتش رو در این مسیر قرار بده که تو زندگی دنبال تشخیص معجزات خداوند باشه. پیرسوم هنس تحقیقاتش بر این مبنا باشه، پیرسوم هنس، که همه چی بر طبق معجزه داره پیش میره. اسمش طبیعته اما اصلش معجزه است. و در واقع ما با معجزه به دنیا میاییم و راستشم بخوای با معجزه زندگی میکنیم و با معجزه هم از این دنیا میریم. چرا؟ چون به خاطر این که حتی شما یه بادکنک رو در نظر بگیرید که چطور این بادکنک برای اینکه بتونه جسه خودش رو حفظ بکنه، اندازه و سایز و بزرگی خودش رو حفظ بکنه، باید اون باد رو درون خودش حفظ بکنه، نگذاریم باد خارج بشه. اگه باد خارج بشه یا سوراخ بشه یا گره باز بشه، این بادکنک یه تیکه پلاستیکی بیش نیست. شما چه بادکنکی رو میشناسید آقای سعیدی؟ شما چه بادکنکی رو میشناسید که درش باده و درش بازه؟ چه بادکنکی شما میشناسید که درش باده و درش بازه؟ باد و باز هم هم قافیه شد. شش آدم دهان انسان وی په به اپاو نشمت حیم، که خداوند دمید درون ما نفس زندگی رو، نشمت حیم، نشمای ما اون باد درونمونه، بدن ما اون پلاستیک و بادکنکه. شش هم جزه بدنه. بدن ما این همه حلولیم حلولیم، این همه روزنه ها داره، حفره ها داره، چیزی که ما بعد از عشریات سر میگیم. که با این وجود میبینیم سلامتی بدن ما
نشامای ما این نشمت حیمی که خداوند در ما دمیده همچنان روز و شب با ماست. هیچ حالت فراری یا حالت خالی شدن نداره. حلولیم حلولیم. همین که من دارم الان صحبت میکنم، همین که شما دارید میشنوید، اگر واقعا خوب بود ما بخوایم نشامامونو در بدنمون حفظ بکنیم، نمیتونستیم حرف بزنیم، دهنمون خوب بود همیشه بسته باشه، گوشامون گرفته، هر طریقه ای که شده نمیذاشتیم هیچ حفره، ولی همه اینا حفرهای بیرونه. حفرهای درون چی؟ تمام مجاری معده، مجاری کلیه، مجاری قلبمون، مجاری ششمون، مجاری تمام بله رگ هامون تمام اینها چی؟ موی رگ هامون چی؟ یک میلیونیوم میلیمتر انقدر ظریف رگ های مرد، اونها چی؟ اگه یکیش گرفته باشه همه بدن درد میگیره. اونها هم با خداوند هنوز با وجود حلولیم حلولیم حفره هایی که در بدن هست هنوز جریان زندگی و حیات رو نشاما رو درش نگه داشته. پس ببینیم بذرت هشم امروز ما چطور میتونیم از این معجزه‌ای که خداوند در زندگی ما قرار داده کمال استفاده رو بکنیم. آیا اصلا عمر ما کفاف میده که معجزات خداوند رو تو زندگیمون بخوایم دستیابیم؟ خدا میدونه. آیا میتونیم یه لیستی از معجزات خداوند تو زندگیمون تهیه بکنیم؟ آیا هر چقدر ما موشکافی بکنیم و تحقیق بکنیم، به نظر شما چند درصد از معجزات خداوند تو زندگیمون میتونیم تشخیص بدیم؟ آیا میتونیم حداقل 40% معجزات خداوند رو تو زندگیمون تشخیص بدیم؟ اگر واقعا تمام فکر و ذکرم رو بذاریم و اگرم بتونیم، به نظر شما این 40% معجزه خداوند چند تا کتاب میخواد که تا تمام اینا رو بتونیم بنویسیم؟ چند صفحه، چند سطر جا میگیره 40% معجزات خداوند تو زندگیمون؟ برمیدن مخلوقت بین بیت شمای و بیت هیلل. بیت شمای در گمارا میگه شمای حنوکا رو اول 8 روشن میکنیم، بعد روز بعد 7، بعد روز بعد 6، یعنی هرچی میری پحت و هلخ یکی کم میکنی تا اینکه روز آخر یه دونه شم روشن میکنی. بیت هیلل میگه نه، مصیف به هلخ، چیزی که ما الان داریم، اول یه شم روشن میکنیم، بعد دوتا، بعد سه تا، و دیگه روز آخر 8 شم روشن میکنیم. مصیف به هلخ. ببینیم فرق بیت شمای و بیت هیلل در دیدگاهشون، فلسفهشون در زندگی ما چیه؟ شعور امروز رو به عزت هشم، زوم امروز رو، کلاس و دیورتورا رو اسپانسر میگیریم $52 با کمک به torahelp.com که به عزت هشم بتونیم برنامه های دیگرمون رو از این برنامه، مثل شمع حنوکا که با یه شمع دیگه روشن میکنیم، دیگر برنامه هامون رو، کلاس تلویزیونی و رادیویی که داریم رو به عزت هشم بتونیم پیش ببریم از نظر گشمیوت که بتونه تاثیرش از نظر روحنیوت در تمام دنیا برخاشم بتونه بگذاره. شالوم ربای، ببخشید من زوم امروز و دوشنبه رو به نیت میکائیل و بن میریام
برای سلامتیش بذرت هشم به خوبی که مورد قبول واقع بشه و به سرود تو بود خبرهای شادی و موفقیت رو از شما و از همگی داشته باشیم به خوبی. آمین. در گمارا توضیح میده مخلوقت بین بیت شمای و بیت هلل که در منورایی که ما داریم بگیم این بیت شمای و اینم بیت هلل. بگونم قبلا ما دستخط میذاره بهتر بود. بیت شمای میگه شما هشت شم رو از همون اول روشن کن موقعی که این هشت شم رو روشن میکنیم شب اول شب دوم چیکار کن یه دونه شو خاموش کن شب سوم چی؟ دو تا شو بکن. شب همینجوری تا این که میرسه به شب آخر که فقط یه دونه شم باقی مونده. 24 ساعت روشن میمونه که شما شب دومی نیشو خاموش کنید. نه. براو. یعنی منظور اینه که شب اول شما 8 تا روشن کن، شب دوم 7 تا روشن کن. بله. به چمای میگه روز به روز ما یه دونه از یک شم کمتر روشن میکنیم پوحت و هولخ. اما بیت هلل میگه چی؟ بیت هلل میگه شب اول یه دونه روشن کن، شب دوم دو تا، شب سوم سه تا، همینجوری تا چی بشه؟ تا آخر، تا روز هشتم هشت شم روشن میکنیم. در گمارا دو تا دلیل میاره که بیت شمای و بیت هلل فرق عقیدتیشون چیه، مخلوقتشون چیه. در کلاس خانم‌ها روز سه‌شنبه یه دلیل بیت شمای و بیت هلل رو توضیح دادیم، معلم و کدش که نگه پاره حق. اما دلیل دوم معنیش اینه که بیت هلل میگه معلم و کدش ما به قدوسیت همیشه اضافه میکنیم، شب اول یه دونه روشن کردیم، شب دوم پس اضافه میکنه میشه دوتا، شب سوم سه تا. اما بیت شمای میگه چی؟ کنگت پاره حق، ما بر طبق گاوهایی که توی موعد سوکا 70 تا گاو تو 7 روز موعد سوکا قربان میشد، طبق اونا میریم که روز اول 14 تا گاو قربان میکردن، روز دوم سوکا 13 تا، یه دونه کم میشد، روز سوم 12 تا، یه دونه کم میشد، تا اینکه روز هفتم موعد سوکا 7 تا گاو و جمع اینا میشد 70 تا گاو. به چمای میگه کنگ تاره حق. اما دلیل دوم که گمارا میاره، دلیل دومی که گمارا میاره میگه چرا بیت شمای میگه روز به روز یه دونه کمتر روشن میکنیم اما بیت هلل میگه روز به روز یه دونه بیشتر روشن میکنیم. اولا قبل از اینکه به اینجا برسیم، سوالی که بنده از شما داشتم که آیا به نظر شما معجزه خداوند چرا 8 روز طول کشید؟ چرا معجزه 8 روز طول کشید؟ چرا 10 روز طول نکشید؟ یه هفته و یه روز. چرا 10 روز طول نکشید؟ چرا 3 هفته طول نکشید؟ چرا 8 روز؟ چرا باید 8 روز خانوکا بگیریم؟ شما میگید چون به خاطر اینکه 8 روز شمع روشن بود. خب چرا شمع 10 روز روشن نبود؟ چرا 8 روز روشن بود؟
چون دلیل سادش اینه که این پخشل شمن، این یه کوزه روغنی که پیدا کردن برای چند روز کافی بود؟ برای یه روز. ولی خب بعد از یه روز روغن از کجا بیارن؟ خوب بود سه روز میرفتن در یک شهر دیگه، نقطه دیگه در اسرائیل که دور بود، از زیتونای اونجا خوب بود به عنوان شمن زید زاخ، اولین قطره اون زیتون رو میگرفتن برای منوران، به هر روغنی که میومد. پس ببینید چقدر خوب بود زیتون مصرف میشد، تا هر کدوم یه قطره اولش که اولین قطره بود برای منورای سباشه بشه شمن زید زاخ. و اون موقع بود که سه روز مسافت بود که برن، یک روز طول میکشید تا به دست بیارن یا روغن بگیرن، و سه روز هم برگردن. چون چند روز؟ هفت روز. سه روز و یه روز و سه روز، هفت روز. چون هفت روز طول میکشید، خدا وایساد گفت آقا شما روغنتون رو بیارید، من وای میسم تا روغن به دست بیارید. بعد یعنی کار بیت المقدس، منورای بیت المقدس لنگ نبود. از همون موقعی که دیگه شروع کردن، یه مقدارش با معجزه روشن بود، هشت روزش. بعدش هم که روغن اومد چکار کردن؟ دیگه روشن بود، مصرف کردن. سوال اینجاست، حالا که دیگه معجزه شده، حالا که دیگه معجزه شروع شده، بذار ادامه پیدا کنه، بذار دو هفته باشه، بذار بزرگی خداوند، معجزه خداوند فراگیر بشه که ما الان دو هفته است یک کوزه رو روشن کردیم، هنوز روشنه. چرا خداوند لازم بود که اینو خاموش بکنه که از روغن خودشون استفاده بکنن؟ تا حالا شما با این سوال برخوردید؟ چرا خداوند جلوی معجزه رو گرفت؟ حالا که شروع شده بذار ادامه پیدا بکنه. برای اینکه اگه ادامه پیدا میکرد، مردم دیگه نمیدونستن، گفتن خب این یه چیز نرمال طبیعیه دیگه، به اسم معجزه نبود. حالا دو هفته، با دو هفته، با یه هفته، با هشت روز، برای چند هفته اتفاق اون موقع که خداوند لازم بود یه حالت قدرتی از خودش پیش این یوانیم، پیش این میتیونیم، پیش اینا نشون بده که چقدر قدرت تو تورا هست، چقدر معجزه، ایمان میتونه معجزه بیافرینه. اتفاق الان بهترین موقعش بود که بگن نگاه کن، یه پخشل شمن دو هفته است روشنه، یه ماه روشنه، حخامیم دارن به ما یه درس بزرگی یاد میدن که معجزه موقعی پیش میاد که ما سعی خودمون رو کرده باشیم. We tried our best. و به محض اینکه دیگه الان مجددن اینا روغن به دست آوردن که میتونن از خودشون روشن بکنن، خداوند گفت You don't need my miracle anymore. معجزه منو دیگه احتیاج ندارید. این که یعنی خداوند وایساده که آدم لنگ نمونه، در نمونه. تو You try your best آقا، تو باید دنبال روغن بگردی، برو بگرد، من اینجام، نگران نباش، منورا روشن میمونه. اینکه بعضی موقع ما پیش خودمون میگیم آخه 50 سال پیش، 40 سال پیش ما چجوری با امکانات محدود تونستیم زندگی بکنیم و به اینجا رسیدیم؟ چون خدا با ما بود، گفت تو you try your best, I do the rest. تو تا اونجایی که میتونی زحمتتو بکش، همتتو به خرج بده، کوتاهی نکن، تنبلی نکن، نگو آقا چه فایده یه روز که بیشتر نمیمونه، ناامید نباش، امیدوار باش، من بقیهش رو هندل میکنم. و به محض این که رفتن روغن گرفتن، خداوند گفت بیا این منورا تحویل شما، حالا که روغن دارید خودتون روشن بکنید. پس یعنی معجزه در واقع دست به دست هم دیگه داره با همت و سعی و تلاش ما پیش میره.
به همون مقدار که ما سعی و تلاش به خرج بدیم، به همون مقدارم معجزه تو زندگی انسان کمک میشه. به همین دلیل امیدواری تو زندگی بالاترین اهرمیه، بالاترین آچار فرانسه است که میتونه گره ها رو باز بکنه. چرا؟ چون به محض اینکه تو امیدوار باشی، همت تو به اندازه کافی به خرج بدی، معجزه همراهت میشه. میبینی اه آره کارش شد، خدا رو شد. پس خداوند تمام پیامش با حنوکا برای ما اینه، خودتو تو زندگی تنها حس نکن. خداوند فقط میخواد اون حرکتمون به اندازه کافی باشه که برکت خودش رو نائل بکنه. اون بهش میگن هیچ تدلوت، یعنی سعی و تلاش. تو فلان زنگ تو به این دکتره بزن، فلان قرار ملاقات تو با مکانیکت بذار، فلان ببین خودت میتونی چیکار بکنی، بقیهش با من، ولی خودت باید سعی خودت تو تا اونجایی که میتونی بکنی که نشون بدی که هشم I'm trying my best. حتی با این که سخت مینیان گیر نمیاد، ولی میخوام حداقل بگردم ببینم اینجا کسی جای مینخا میخونن. You try your best. تو تلفن تو فلان بزن بسپر. یه باره میبینی اصلا جایی که فکرشم نمیکردی 10 تا اسرائیل وایستدن منتظر تو که با هم تفیلا بخونید. تو You try your best. نگو تو این جرایت آخه چجوری. You try your best آقا. یه شم داری، یه شم روشن کن. You try your best. بندل بت شمای و بت هیلل در گمارا میگه فرقشون اینه. بت شمای میگه کنگد یامیم حیوتسیم، به همون مقدار که از خنوکا کم میشه شما هم از شمعا کم میکنید. بر طبق بت هیلل کنگد یامیم هنخنسیم، بر طبق ایام خنوکا که اضافه میشه شما شمع اضافه بکنید. حالا بستگی داره که شما خنوکا رو از عقب به جلو نگاه بکنی یا از جلو به عقب. این که شما بگی خنوکا 8 روزه یا این که بگی خنوکا روز به روزه، این که از اول شما هر روز رو برای خودش به حساب بیاری. فعلا من میخوام امروز شمع ما روشن بکنم روز اول خنوکا، پس یه دونه شمع روشن کن. پس این که آدم تو پیروزیش، تو موفقیتش میخواد شریک باشه، نه اینکه صاحب پیروزیش باشه. فرق کسی که داوید جان میخواد صاحب پیروزیش باشه یا میخواد شریک پیروزیش باشه چیه؟ کسی که میخواد صاحب پیروزیش باشه میخواد همه کردیتاشو به خودش بده. من بودم که موفق شدم، کهنه به واسه میادی. اما کسی که میخواد اول کلا سر بذاره بعد سیسید بپیشه، میخواد شریک پیروزیش باشه، میگه من پارشلی یه ذره کردیتو میگیرم، خداوند با همه، خداوند داره بهم کمک میکنه، میخواد فقط شریک پیروزیم باشم، سهمی در پیروزیم داشته باشم. اگر نه همه پیروزیم مال من نیست، خداونده که منو پیروز میکنه، خداونده که منو به جا و مقام میرسونه. روز به روز من با خداوند دارم پیش میرم. هشم سیلخا هینه لو یانون ولو ایشان شمال اسرائیل. پس بیاید به عزرت هشم دیدگاهمون رو برای زندگی دقیقا بر طبق خنوکا برنامه ریزی بکنیم. خنوکا هم براخا شد، هنوز بگیم میدید چیه؟
من تازه از دانشگاه خانوکا یاد گرفتم که چجوری باید آدم معجزه رو تو زندگی خودش آشکار بکنه، کشف بکنه. تا الان باشم، الان با زندگیم. من خودم میخوام بشم اون شمعه. من میخوام خودم معجزه درونم و زندگی ما الان دیگه بفهمم. دیگه الان یاد گرفتم که چطور خشم و ناییم 2500 سال 2000 خورده سال پیش معجزه خنوکا را پیش آوردن. من میخوام خنوکای خودمو داشته باشم، معجزه خودمو میخوام لفرسم بکنم، آشکار بکنم، که برای همه اینقدر نگتیویتی و منفی بافی و شک و شکایت و غم و غصه نداشته باشم. همیشه تعریفات بزرگی خداوند داشته باشم، بگم امروز خداوند این لطفا به من کرد، دیروز اون یکی لطفا به من کرد، هی از لطفای خداوند تو زندگیم تعریف بکنم. اون موقع است که خداوند میگه تو که داری معجزه زندگی تو هی بیشتر میکنه. که اون موقع است که اگر خنوکا معجزش 8 روز بود، زندگی ما معجزش 120 سال میشه. بیاد به عزت هشم از بزرگی خداوند تا اونجایی که میتونیم تو زندگیمون پرده برداری بکنیم و قبول بکنیم که ما فقط ذره ای از موفقیتمون به ما ربط داره، تماما از جانب خداوند به طور معجزه‌آسا لطفی شده که به ما میشه برای اینکه بتونیم اون میشن، اون ماموریتمون رو به خوبی در زندگی برای لکدشم شماییم که نام خداوند تو زندگی تو دنیا بزرگ بکنیم و مقدس بکنیم به ما داده شده. باروخ هشم لعالم، آمین و آمین.